همین دو هفته پیش بود که افراد دارای معلولیت در شهرهای مختلف ایران تجمعاتی برگزار کردند در اعتراض به پایین بودن مبلغ کمک هزینه دولتی و مشکلات دیگه از جمله بیمه. برای ما توضیح میدین از این مشکلات این افراد؟ متاسفانه با وجودی که زیرساخت‌های مناسبی برای زندگی افراد دارای معلولیت در ایران وجود نداره، هزینه‌ای که به عنوان حالا یارانه یا کمک هزینه به اونا پرداخت میشه هم بسیار پایین‌تر از اون چیزیه که در قانون تصریح شده. یعنی اون چه که از سال 97 تحت عنوان قانون حمایت از معلولان در ایران لازم الاجراست، الان چیزی حدود 1/8 داره پرداخت میشه. و برای نمونه مثالی من بذارم اینه که یک فرد دارای معلولیت شدید حرکتی باید 5.5 میلیون تومان دریافتی داشته باشه، ولی چیزی حدود 1/8 توسط دولت به اون پرداخت میشه. در چنین شرایطی با توجه به وضعیت بد اقتصادی و همینجور نبود زیرساخت ها، خب ببینید که این تفاوت پرداخت چه خواهد بود. بله آقای قنبرپور، از دیگر مشکلاتی که افراد دارای معلولیت به اون معترض هستن، نبود زیرساخت های شهری مناسب و همینطور سیستم حمل و نقل مناسب برای وضعیت این افراده که بیشتر اونها رو خانه نشین میکنه در ایران. جزئیاتی از این مشکلات برای ما ارائه میکنیم؟ ببینید، از دوره پنجم شوراهای شهر تازه بحث مناسب سازی معابر، مناسب سازی ایستگاه‌های مترو، مناسب سازی ایستگاه‌های اتوبوس در واقع شهری و همینجور سایر امکانات مطرح شده. ما حدوداً بیش از 1,700,000 فردی داریم که دارای معلولیت هستن توی ایران. با وجودی که سابقه جنگ ایران و عراق و همینجور در واقع اونچه به عنوان جانبازان ازشون یاد میشده هم داریم، اما از هیچ کدوم از این تجارب استفاده نشده و عموماً ساخت و ساز شهرها به سمتی رفته که هیچ گونه توجهی به نیازهای افراد دارای معلولیت نشده. از دوره پنجم شورای شهر، یعنی تقریباً از 5-6 سال قبل، مناسب سازی تو دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته، ولی ببینید وقتی مترو ساخته شده و تازه بعدش به این فکر افتادن که رمپ درست کنن، کسی که با ویلچر میخواد توی مترو وارد بشه اصلا عملا نمیتونه از مترو استفاده کنه، مجبور از خودروهای شخصی یا خودروهای خصوصی استفاده بکنه که هزینهش بالا میره. ما بیش از 2000 پارک در تهران داریم، این وضعیت پایتخت ماست، و حدود 114 یا 115 پارک تازه مناسب سازی شده. یعنی حتی افراد دارای معلولیت نمیتونن از پارک ها و فضای تفریحی یا فضای رفاهی استفاده بکنن. اگر یه فردی بخواد به یه مرکز خرید بره، باز اونجا حتی ورودی مناسبی نداره که بخواد وارد اون مرکز خرید بشه.